سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانه جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه دومین پیشبازی بازی‌های یک چهارم نهایی رو داشته باشیم که دو تا بازی دیگه رو می‌خوایم توش بررسی کنیم. ایران و ژاپن، قطر و ازبکستان. تو روز دوم بازی‌های یک چهارم نهایی اول بازی ایران و ژاپن برگزار میشه و بعدش هم قطر و ازبکستان. طبق روالی که تو بازی‌های پیشبازی داریم، اول بریم اطلاعات بازی ایران و ژاپن رو بررسی بکنیم و بعدش هم قطر و ازبکستان رو. از اونجایی که کنفرانس مطبوعاتی ایران رو هم براتون همیشه میذارم، توی این ویدیو هم همینطور خواهد بود و کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی که امیر قلعه‌نویی صحبت‌های زیادی رو انجام داده رو بهتون نشون میدم و همینطور بیرامندی که همراه خودش برای همین کنفرانس برده بود و حالا میریم ببینیم چیا گفتن، چون به نظر من یه جورایی وضعیت رو مشخص کردن که قراره چیکار بکنیم. اگر بخوایم نتایج گذشته ایران و ژاپن رو با هم بررسی بکنیم، به این نتیجه خیلی جالب می‌رسیم. 6 بار ژاپن برده، 6 بار بازی مساوی شده، 6 بار هم ایران برده. یعنی از این نظر با هم دیگه مساوی هستیم و تازه از نظر گل خورده ما 19 تا زدیم، اونا 21. آخرین بازیمون هم همون 3-0 جام ملت‌های قبله. یعنی اگر قبل از اون رو در نظر بگیرید، ما اصلا 19-18 از ژاپنی‌ها جلو بودیم. اصلا اینجوری نیست که فکر کنیم فوتبال ژاپن از ما خیلی بزرگتره. آخرین برد ما مربوط به سال 2005 تو مقدماتی جام جهانی 2006 میشه که 2-1 تو ورزشگاه آزادی با 2 تا گل وحید هاشمیان تونستیم ژاپن رو شکست بدیم. از اون موقع دیگه ژاپن رو نبردیم. یه رکورد خیلی بدی هم ما مقابل ژاپن داریم تو مسابقات جام ملت‌ها. ما 4 بار تا حالا با ژاپن تو جام ملت‌ها بازی کردیم. یه بار 3-0 باختیم. یه بار 1-0، دو بارم 0-0 کردیم. یعنی ما هیچ وقت به ژاپن تو مسابقات جام ملت‌ها گل نزدیم، که خب این یه رکورد خیلی منفی و امیدواریم سردار این رکورد رو بشکنه، که ژاپنیا خیلی هم از سردار میترسن که تو کنفرانس مطبوعاتی هم در موردش صحبت کردن. اگر بخوایم بازی این دوره رو بررسی کنیم که بگیم تیم‌ها چه جوری تا الان اومدن، ایران تو بازی اول 4-1 فلسطین رو برد، بعد توی بازی ضعیف 1-0 هنگ کنگ رو برد و بعدم حال اماراتی‌ها رو گرفت و 2-1 اونا رو برد و فرستادشون سراغ تاجیکستان و تاجیکستان باختن و اوت شدن. خود ما هم خوردیم به سوریه هکتور کوپر و توی بازی بسیار سخت و سنگین 1-1 مساوی کردیم و در ضربات پنالتی اونا رو شکست دادیم. اما نشون دادیم که تو پنالتی تیم ترسناکی هستیم و به نظر من ژاپن موریاسو از پنالتی رفتن بسیار میترسه مقابل ایران، هم به خاطر بیرانوند، هم به خاطر نمایش درخشانی که پنالتی زنای ما داشتن. و قطعا ژاپن سعی میکنه کارو تو 90 دقیقه یا حد اکثر 120 دقیقه تموم کنه، که امیدواریم نتونه. ژاپن تا اینجای مسابقات اینطوری بازی کرده: 4-2 بازی اول ویتنامو برد، بعد تنها شگفتی جام اتفاق افتاده، اونا 2-1 به عراق باختن، بعدش 3-1 اندونزی رو بردن و تو دور قبلم یه بازی راحت داشتن و بحرینی که کره و اردن فرستاده بودنش اینور رو به راحتی 3-1 بردن. بحرینی که خب همه دیدیم که چقدر ضعیف‌تر از اردن و کره است و اردن و کره هم داریم میبینیم که الان اون طرف تو نیمه نهایی قراره با هم بازی کنن. یعنی از گروه 5 دو تیم به نیمه نهایی رسیدن، دو تا تیمی که یکیشون مالزی رو نبرد و رفت و عربستان و استرالیا رو برد تا به جمع 4 تیم برتر آسیا برسه، یکی هم رفت و به بحرین 1-0 باخت و با بردن عراق و تاجیکستان خودشو به جمع 4 تیم برتر آسیا رسوند، که خب تصمیم خیلی منطقی گرفتن که از این ژاپن فرار کردن. اما ما از ژاپن فرار نکردیم و میخوایم باهاشون مستقیما بازی کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب تصمیمیه که گرفته شده و بعد ببینیم تو بازی فردا نتیجه چی میشه. اگر بخوایم بازیای دو تا تیم رو تو مقدماتی جام جهانی بگیم الان تو چه وضعیتی هستن، ایران تو گروه ای قرار داره، دو تا بازی کرده، یه 4-0 هنگ کنگ رو بردیم، یه 2-2 کردیم با ازبکستان، تو گروهمون ترکمنستان هم هست. قطعا ایران این مرحله رو به راحتی رد میکنه و میرسه به دور بعدی و فکر میکنم تو دوره بعدی هم ایران کار سختی نداشته باشه و به راحتی به جام جهانی برسیم. از اون طرف ژاپن نتایجش تو مقدماتی جام جهانی بسیار درخشانه. اونا 5-0 میانمار رو بردن و بعدش هم 5-0 سوریه هکتور کوپر رو بردن که به راحتی گل نمیخوره. اونا به راحتی بهشون 5 تا زدن. تو اون گروه کره شمالی هم هست که قطعا اونا رو هم میبرن و احتمالاً با 6 تا برد میتونن به مرحله بعدی بیان. ژاپن قطعا یکی از تیمایی که توی جام جهانی از آسیا شرکت خواهد کرد. بازی قراره تو ورزشگاه ادویکیشن سیتی با داور چینی به اسم مانینگ برگزار بشه و مهمترین چیزی که همه در موردش صحبت میکنن اینه که مهدی طارمی تو بازی نیست.
تو کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی موریاسو گفت که دو تا مطلب اساسی رو در موردش صحبت کرد. یکی نبودن تارمی که گفت که خب ما یه سری آنالیز و بررسی داشتیم و می‌خواستیم با ایران بازی کنیم، الان که ایران تارمی رو نداره ما کل سیستممون رو تغییر نمیدیم، ولی یه سری تغییرات قطعا میدن برای بازی که مقابل ایران خواهند داشت بدون تارمی. و از طرف دیگه در مورد ایتو صحبت کرد. ایتو یکی از بازیکن‌های ژاپنه که بهش مثل اتهام فساد اخلاقی زدن و گفتن که یه سری مشکلات داره و فدراسیون فوتبال ژاپن این بازیکن از تیم ملی محروم کرده و نمیتونه ازش موریاسو استفاده کنه و خودش میگه که دوست داشتم تا آخر مسابقات داشته باشمش، بازیکن خوبیه که به کارم میاد، ولی ما وابسته به بازیکن نیستیم و بدون اونم میتونیم بازی کنیم که حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. یه حرفی جالبم زد، گفت ما سعی کردیم گل نخوریم ولی تو همه بازی‌ها گل خوردیم و خب مقابل ایران هم می‌خوایم سعی کنیم گل نخوریم. اگه سوزوکی رو تو دروازه بذاره که حتما گل می‌زنیم. اگر ژاپن می‌خواد تیمی گل نخوره بعد سوزوکی رو تو دروازه نذاره. حالا باید ببینیم ترکیب اولیه که بیاد مشخص میشه که اونا می‌خوان مقابل ایران چیکار بکنن. از طرفی برای تیم ملی ایران پیش بینی میشه که این بازیکن‌ها تو زمین قرار بگیرن. منم با نظری که حالا کارشناسا دادن موافقم به غیر از یه دونه. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم، شما چه ترکیبی برای بازی فردا با ژاپن پیشنهاد میدین؟ همه میگن که بیرانوند خب تو دروازه است، سمت راست که مجبور رامین بازی کنه، سمت چپو میدن به احسان هایت صفی، دفاع وسط کنانی و شجاع باید باشن، تا اینجا که مشخصه خب همونیه که فکر میکردیم. اما همه دارن پیش بینی میکنن که مقابل ژاپن ما با دو تا هافبک دفاعی بازی کنیم، سعید عزت اللهی و احتمال زیاد امید ابراهیمی، دو تا هافبک دفاعیمون باشن، 4-2-3-1. جهانبخش رو بذاریم راست، قائدی یا محبی رو بذاریم چپ که من محبی رو ترجیح میدم، پشت مهاجم و قدوس بازی کنه، نوک حمله هم سردار. بدون تارمی قطعا باید همین جوری چینش بشه. فقط من خودم ترجیح میدم قائدی نیمه دوم یه دقیقه 60 به بعد بیاد که یه مقدار سرعتش و انرژی که داره رو بتونه آخرای بازی بهمون کمک بکنه. اگه از اول باشه و خسته بشه دقیقه 60 بره بیرون، به نظرم اتفاق خوبی برامون نمیفته. و محبی میتونه جنگنده تر باشه و بیشترم عقب بیاد و کمک بکنه. جهانبخش و محبی اگر تو زمین باشن میتونن بیان عقب و یه باکس دفاعی خیلی سفت و سخت درست بکنیم که شاید بتونیم با 8 نفر به خوبی دفاع بکنیم و تو ضد حمله بتونیم به سردار توپ برسونیم. سرداری که خیلی ازش میترسن، هم مربی ژاپن و هم بهترین بازیکنای ژاپن گفتن درسته که تارمی نیست، اما اونا یه سردار آزمون دارن که خیلی احتمال داره به راحتی دروازه ما رو باز بکنه و حسابی از سردار میترسن که بعد ببینیم سردار بازی فردا رو چیکار میکنه. حالا بریم ببینیم تو کنفرانس مطبوعاتی بیرانوند و امیر قلعه نویی چی گفتن. اول ببینیم امیر خان چی گفته. به نظر من این بازی میتونست روز فینال هم انجام بشه، هرچند که الان هم یه فینالیه، ولی به نظر من این دوتا تیم هم میتونستن روز فینال اصلی رو انجام بدن، ولی به هر حال قرار است که تو این مرحله به هم دیگه خوردیم. خود امیرخان فکرش این بود که ما این برای جدولیم، کره هم میاد سمت ما و با بردن کره که اون حالا انتقام اون 16 سال بیش هم بگیره میریم و قطر هم میبریم و تو فینال ژاپن رو میبینیم. ایدهش این بود که این اتفاق میفته، ولی عراق کل جدول رو به هم زد. ژاپن اونور این ور، کره رفت اون ور، که خب کره از اون ورم داره تا فینال میاد. تو ژاپن تیم بسیار با برنامه‌ایه، بازی‌های قبل ورود به بازی آسیاییشون هم نشون داده که با آمادگی کامل وارد مسابقات شدن و بازی‌های مقدماتی گروه الانشون به نظر من با بازی حذفیشون خیلی فرق کرده. یعنی بازی حذفی رو یه مدل کامل‌تر بازی کردن، شاید اون سه تا بازی رو انرژیشون رو گذاشته بودن که تو مراحل حذفی بتونن عملکرد بهتری داشته باشن. دقیقاً امیرخان درست میگه. حتی اگر سیستم ژاپن رو ببینیم با سیستمی که الان داره بازی میکنه و اونی که با آلمان و ترکیه بازی کرده بود و اونا رو چارتایی کرده بود فرق میکنه. تو ویدیویی که برای برد ژاپن مقابل بحرین بود من اینو کامل باز کردم که ژاپنی که مقابل ایران خواهیم دید چه شکلیه و ژاپنی که آلمان و اینا رو برده چه شکلیه و ژاپنی که تا الان دیدیم چه شکلیه، که این تفاوت‌ها رو کاملا متوجه بشین که ژاپن تا الان از توی هیچ کدوم از بازی‌هاش از 7 تا بازیکن اصلیش هم استفاده نکرده، ولی من فکر می‌کنم مقابل ایران هر 11 تای اصلیشو بذاره. ما ژاپن رو آنالیز کردیم، نه الان، از چند ماه قبل ما برنامه داشتیم که کلیه تیمایی رو که احتمال میدادیم به ما بخورن آنالیز کردیم و از این ورم تیم ایران
به نظر من جا داره که بازیکنامون تشکر کنیم به خاطر بازی قبلشون. یکی از بهترین بازیایی که ما انجام دادن تو این 10 ماه گذشته جلو سوریه بود. سوریه تو دوره مقدماتی یه گل میخوره و تو 3 تا بازی کلن 4 تا توپ به سمت دروازش بیاد، ولی بازی با ما 11 تا شد ما به سمت دروازه سوریه زدیم و امید گلمون هم که خیلی بود و مالکیت و پاسمه. یعنی خب بگم که ایران هم بسیار فوتبال خوبی تو این بازی ها انجام داده و ما امیدواریم با یه بازی خوب منطقی، حالا اون چی که واقعیت فوتباله اون موقع است که داور سوت بازی رو میزنه، این تجزیه و تحلیل ها مال بیرون زمینه، ولی ما بچه هامون رو توجیه کردیم که چه مدلی بازی کنند. ولی خب ما یه مقدار اینجا تا حدودی ضرر کردیم، اینی که ساعت بازی استراحت ما کمتر بود و بعد شانسی هم آوردیم که بازیمون رفت 120 دقیقه. من اعتقادم اینه که به بازیکنام هم گفتم بودم بازی با سوریه باید 70 دقیقه برای ما تموم میشد. ما اگه اون موقعیت ها رو گل میکردیم ما میتونستیم از 70 به بعد به 3-4 تا بازیکنمون رو استراحت بدیم، بیاریم بیرون، آمادهشون کنیم برای بازی. ولی خب بالاخره بازی با سوریه اون اتفاقات افتاد، ولی خدا را شکر میکنیم که تونستیم صعود کنیم و از تک تک بازیکنام هم ممنونم به خاطر زحماتی که تو این چند ماهه کشیدن و با امیدواری و با نهایت آمادگی ما آماده بازی برای بازی با ژاپن هستیم. انشالله که هم بازی خوبی بشه هم بتونیم اون چیزی که در توانایی همونه انجام بدیم. به نظر منم امیرخان درست میگه. ببینین ژاپنیا یه بازی بسیار ساده مقابل بحرین داشتن و تو 90 دقیقه تموم کردن و اگر باز برین تحلیل بازی رو میبینین دقیقه 65 تازه 2 تا از بازیکن اصلیشون که قراره بیان جلوی ایران یه جورایی رونمایی بشن آورده تو زمین ها. اگر بازیکنشون هم مصدوم نمیشد موریتا هم نمیآورد تو زمین و دقیقه 65 اونم میآورد. یعنی یه سری بازیکن رو استراحت داده دقیقه 65 به بعد فقط تو زمین آوردتشون که تو جریان مسابقات قرار بگیرن و مقابل ایران قطعا اونا 90 دقیقه بازی خواهند کرد. ولی از این طرف ایران با تیم اصلیش بازی کرد، بازیش هم تو 90 دقیقه تموم نشد، مهدی طارمی رو از دست داد و این بازیکنای اصلی همشون 120 دقیقه بازی کردن. بسیار پرفشار و بسیار خسته کننده، دیرتر هم بازی کردن و استراحت کمتری داشتن. به نظر من کارمون خیلی سخته، اما کره 2 روز از استرالیا کمتر استراحت کرده بود، بازیش هم 120 دقیقه بود ولی تونست استرالیا رو ببره، پس این نمیتونه بهونه خوبی باشه. بریم ادامه صحبت. من خدمت شما عرض کنم سوال خیلی سوال فنی خوبیه. ما بعد بازی با امارات حدود 8 روز استراحت کردیم و این بازی قانونا میگه بین 2 تا بازی حداقل باید 72 ساعت شما زمان ریکاوری داشته باشی که متاسفانه ما این زمانو نداریم 72 ساعت، ولی 2 ریکاوری تو این پس ریکاوری فیزیکی بود که خیلی گروه پزشکیمون، ماساژورامون، آب درمانی هایی که باید انجام میدادیم انجام دادیم. یکم بحث برخواد بازسازی بدن از طریق مکمل هاست که ما به نحوه اصلا انجام دادیم. اعتقاد من اینه که میتونست از اون بر زمان کمتری باشه، از این بر به ما مثلا 4 روز فرصت داده بشه. حالا دیگه برنامه ریزی شده، ما باید با همین شرایط بریم جلو. کاملا حرف امیرخان درسته، ولی خب برنامه رو از اول میدونستیم که اینجوری، یعنی ما برنامه رو از قبل مسابقات دیدیم دیگه، یعنی میدونستیم به اینجا میرسیم. حالا جای ژاپن کره بود فرقی نمیکرد، بازم فکرام میکردیم قطعا کره به راحتی بازیشو میبره و به اینجا میرسه. بنابراین از اول باید خودمون آماده همچین روزی میکردیم و اتفاقی که بالاخره افتاده، خودمونم بازی با سوریه رو سخت کردیم، پس تقصیر خودمونه. به نظر من جای گله گذاری نداره و فکر میکنم دقیقه 60-70 به بعد معلوم میشه که واقعا پزشکای تیم ملی و اینایی که تو کار بدنسازی هستن خوب عمل کردن یا نه. کیفیت کار اونا رو میتونیم دقیقه 60-70 به بعد بازی با ژاپن ببینیم.
ادامه صحبت. من خدمت شما عرض کنم که شما یه سری بازیکنهای فنی داری و همون بازیکنهای فنی وزنی هم میتونن بشن، یعنی وزن تیمتو میبرن بالا. این در باشگاهی هم هست، در تیمهای دیگه هم هست. شما یه سری بازیکنها هستن که وزن تیمن. ما هم چند تا از این بازیکنها داریم که از نظر فنی اون رو خیلی خوب بودن، ولی باید خودشون بازی رو اداره میکردن و دقیقه 70 تموم میکردن. منظورش به نظرم میاد سرداره، یعنی بیشترین اعتراضی که امیر قلعه‌نویی داره به طارمی و سرداره که با اینکه اینقدر بازیکنای با کیفیتی هستن باید کارو تموم میکردن. خیلی موقعیت از دست دادیم و بازی گره خورد. بحث من بحث فنی بود، حالا جورای دیگه میان تجزیه و تحلیل میکنن، اون دیگه دید خودشونه، بعد از اون عزیزان بپرسید. ولی در مجموع بازم میگم من کلیه بازی کنم تو این مسئولیت دوباره‌ای که دارم نهایت تشکر رو میکنم. واقعا یک گروه بودیم که تا الان تو این چند ساله که من مربیگری میکردم یه همچین جو خوبی رو ندیدم. مواقع دیگه هم بوده، ولی اون فیلمی هم که شما دیدید بازی با امارات بود، چجوری بزرگان تیم دارن رامین آماده میکنن، جو بسیار خوبی. ولی مربی باید صداقت داشته باشه، اونجایی که باید بگه بگه، اونجایی هم که باید تشویق کنه تشویقشو بکنه. این نباید باشه یه بودی باشه، مثلا یه جایی که بازیکن در حد خودش نبوده باید بدونه، اگه ندونه که ما در اثریم به خود بازیکن لطمه میزنیم و به مجموعه تیم. کاملا با این حرفشو موافقم. وقتی بازیکنی بده واقعا باید بهش بگی، تذکر باید بدی، یعنی میتونی تذکر بدی. بعضی از مربی‌ها خیلی جدی میکشنش بیرون، مثلا دقیقه 30 میبینی ستاره تیمشو میکشه بیرون، ولی خب امیر قلعه‌نویی اینجوری نمیکنه، احتراما رو حفظ میکنه، ولی خب میتونه بعدش بره ازشون شکایت بکنه دیگه، بگین چه وضعیه. خب واقعا هم سردار، میگم سرداری که بد باشه نبوده، ولی میگم میتونه بازی با ژاپن یه دفعه سردار زنده بشه، همون جوری که سون هیون می مقابل استرالیا زنده شد و نشون داد چه بازیکن فوق العاده با کیفیتیه. سردار هم میتونه این کارو بکنه. بعدم در تیم ملی آقایون توجه داشته باشن، 80 میلیون 85 میلیون دنبال این نتیجه هستن. پس ما باید نگاهمون، نوع بازیمون، نوع رفتارمون به خاطر دل اون 80 میلیون باشه، حالا چه داخل کشوره با هر نظر و عقیده، چه خارج از کشوره، همه این آدم ها تیم ملیشون رو دوست دارن. اصلا ما به مسائل دیگه کار نداریم. اینی که این بازیکن باید بدونه برای اون 80 میلیون باید بازی کنه و با همه وجودش بازی کنه. من یه خاطره بگم، بازی ایران و بحرین بود که اون اتفاق برای آقای علی دایی افتاد و اولین نفری هم که رسید بالا سرش من بودم دیگه، با دروازه‌بان بحرین اگه اشتباه نکنم تو هیروشیما بود. تحال علی دایی اونجا پاره شد، یعنی با لگد فکر کنم زد تو تحالش، و یعنی زد تو شکمش، تحال علی دایی پاره شد. ما بزرگانی داشتیم این آقای دایی دیگه، 70 دقیقه با یه لوله‌ای که تو رجون پاره شده بود اومد بازی کرد. این بازیکن‌ها وارث این بزرگانی هستن و کسای دیگه. خیلی ما بازیکن‌های بزرگی تو تاریخ داشتیم با سر شکسته و زانوی بانداش شده. سر شکسته بازم علی داییه، بازم علی دایی با سر شکسته بازی کرد، گلم زد. نمیدونم و مسائل دیگه. ما این عرق و تعصب رو باید رو مملکتمون، رو مردممون داشته باشیم. الان هم پیراهن تیم ملیه با همه وجود. وقتی احسان آیصفی کتفش هم جالبه، احسان آیصفی پریشب بوده، دیشب بوده کتفش، شب بعد شب بازی کتفش هم بازیکن گرفته بود، حالا اینکه از اولوی دو قلوش و چهار سرش اینا. ما بازیکن داشتیم رامین رضاییان و چند تای دیگه که آمار اومده نزدیک 16 کیلومتر دویدن با شدت فعالیت شدید و اینا. پس این پیراهن مال 80 میلیونیه، نفری که دلشون رو شاد کنه. برد و باخت یه مسئله دیگه است، اینی که بریم تو زمین
و اون روز خب بزرگای تیم میتونستن بازی رو دقیقه 70 درم، ولی از نظر فنی ازشون راضی هستیم و این یه بحث فنی و انگیزشی بود که آماده بشن برای بازی فردا. حالا تجزیه و تحلیل حالا دیگه به هر کی نگاه خودشه دیگه. 16 کیلومتر دویدن خیلی فوق‌العاده است. من مطمئنم هم رامین اینطوری بود، هم هایت صفی، هم شجاع. خیلی واقعا غیرتمند، یعنی با اون اشتباهی که پیش اومد و گل نزدیم و بعدم طارمی اخراج شد، خیلی تحت فشار قرار گرفتیم و واقعا مردونه جنگیدن. این واقعا باریکلا داره. امیدواریم، حالا میگم فقط من نگران اینم که مقابل ژاپن از نظر بدنی کم بیاریم. اونا 20 تا بازیکن با کیفیت یکسان تقریبا دارن، حالا یه ذره بعضیاشون بالاتر با تجربه ترن و بسیار هم سرعتی بازی میکنن، اصلا هم خسته نیستن. خیلی کارمون از نظر انرژی سخته. آخرین بخش صحبت هم میخوانم گوش بدیم. تا بازیکن نبودن، کلیه بازیکن ها زحمت کشیدن، دویدن، آمار دوندگیشون خیلی بالا بود، ولی من نمونه گفتم بازیکن هایی که بالاخره مثلا احسان اشرفی چون شرایط سنیش هم بالاتر بود عمل کرد. این عزیزان گفتم که عینا بقیه بازیکن هامون هم همه در همین سطح بودن. همه واقعا تلاششون رو کردن، یعنی واقعا یه نفر نبود، همه تلاششون رو کردن و خیلی هم خوب جنگیدن. واقعا میگم از دوندگیشون واقعا راضی بودیم، ولی خب از سبک بازی اونجوری که مثلا با یه تیم مثل سوریه بازیمون گره بخوره راضی نبودیم. یه صحبت هم به ایران بند کرده، خالی از لطف صحبت علیرضا رو هم گوش بدیم ببینیم چی میگه. خب به نام خدا، اول که خیلی خوشحالم که خیلی از رسانه‌های تمام کشورها اینجا هستن و این نشون میده که ما فردا چه بازی خیلی بزرگی رو پیش رو داریم و همون چیزی که آقای قلعه‌نویی گفتن میتونست فردا فینال باشه و حیفه که فردا یکی از این دو تا تیم خیلی خوب کنار بره و برگرده به کشورش. و بازی خیلی سختیه و ژاپن هم یه تیمیه که نشون داده که به هر حال پیشرفت کرده، بازیکنهای خیلی بزرگی داره تو تمام تیمای دنیا و خب به هر حال ما هم یه تیمی هستیم که واسه موفقیت اومدیم اینجا و دوست داریم یه اتفاق خیلی بزرگی رقم بزنیم واسه مردم کشورمون و مطمئنیم که خب به هر حال فکر کنم برای دومین بار بازی هست که ما به ژاپن میخوریم تو حذفی و خب به هر حال دور قبلی ما متاسفانه به ژاپن باختیم و خب فردا هم دوباره یه بازی خیلی حساس باشون داریم. من مطمئنم که بچه‌هامون هرچند خب تایم خیلی کمی داشتیم برای ریکاوری و بکنم با اون هفت دو ساعتی نمیدونم چند ما نرسیدیم واقعا اون قانونیش باشه که بتونیم بازی کنیم، ولی خب با کادر پزشکی خیلی خوبی که داریم و کادر فنی تونستیم ریکاوری خیلی خوبی انجام بدیم و آماده بازی فردا هستیم و مطمئنیم که فردا یه روزیه که دعای 80-90 میلیون مردم ایرانی پشت ما هستش و انرژی های مثبت برای ما میفرستن که میدونن که ما فردا یه کار بزرگی انجام میدیم که بتونیم مردم رو خوشحال کنیم. حرفش حرف خیلی جالبیه. تو مصاحبه بعد از بازی با سوریه هم که گذاشته بودم براتون، اونجا هم بیرانوند صحبت کرد و گفت بیاین که با ژاپن کار داریم. خب خیلی انگیزه دارم بازیکن‌ها که انتقام باخت دوره قبل رو بگیرن. کارمون خیلی سخته ولی به نظر من نشودنی هم نیست. ولی اگر بخواید نظر منو بدونین، میگم من یه سری چیزا رو خب قلبا دوست دارم ولی یه سری چیزا منطقه دیگه. من بازی تاجیکستان و اردنم گفتم قلبا دوست دارم تاجیکستان ببره، ولی منطقم میگه اردنم برد. کره هم که گفته بودم میبره استرالیا رو که برد و الانم بین ایران و ژاپن خب معلومه دوست دارم ایران ببره، قطعا دوست دارم تیم ملیون ببره و تا آخر جام باشیم، ولی منطق میکنه که ژاپن ما رو ببره. یعنی من فهم کنم تو 90 دقیقه ژاپن بتونه ایران رو شکست بده. امیدوارم این پیش بینیم غلط در بیاد. بازی دومی که میخوام براتون پیش بازیشو بگم، بازی قطر و ازبکستانه. قطر و ازبکستان از نظر نتایج و اینا خیلی با هم متفاوتن، یعنی با چیزی که الان میگم احتمالاً تو ذهنتون یه چیز دیگه است. همه فکر میکنیم قطر وضع بهتری نسبت به ازبکستان داره، ولی اصلا اینطور نیست.
این دو تا تیم تا حالا با هم 14 بار بازی کردن، 9 بار ازبکستان برده، 2 بار مساوی شده و قطر فقط 3 بار تونسته ازبکستان رو شکست بده و کاملا کفه قدرتشون رو به قول این ترازو به سمت ازبکستانه. ببین تو 8 بازی اخیرشون 7 بار ازبکستان برده، 1 بار فقط قطر تونسته ازبکستان رو شکست بده و از 2018 هم با هم دیگه بازی نکردن. اون یه باری هم که قطر تو این 8 بازی اخیر تونسته ازبکستان رو شکست بده بازی دوستانه بوده که 3-0 برده. یعنی فکر نکنید که قطر با ازبکستان بازی ساده‌ای داره، بازی به شدت نزدیک خواهد بود و به نظر من نزدیکترین بازی و نامشخص‌ترین نتیجه است. من تو دوره 1/8 هم که بازی رو پیش بینی کردم 6 تا برنده رو گفتم که هر 6 تاشون هم بردن، 2 تا بازی رو گفتم خیلی نزدیکه گفتم نظر نمیدم. این بازی قطر و ازبکستان هم از اون بازیه که نظر نمیدم. من دوتای قبلی رو گفتم اردن میبره برد، کره میبره کره برد، ژاپن و ایران هم میگم متاسفانه فکر میکنم که ژاپن ببره، ولی قطر و ازبکستان اصلا نمیتونم پیش بینی کنم چون دوتا تیم هم سطحن. قطر میزبانه و یه سری ستاره فوق العاده داره، ازبکستان هم اصلا تیم دست و بسته نیست و اصلا دست کم نگیرینش. اتفاقی که افتاد توی دور مقدماتی تا به اینجا برسن، قطر 3-0 لبنان رو برد، بعد 1-0 تاجیکستان رو برد، بعدش 1-0 با یه سوپر گل چین رو برد و حذف کرد و بعدش هم توی بازی ساده 2-1 فلسطین رو برد. که یه نکته خاصی در مورد بازی قطر باید بهتون بگم، تو بازی اول اکرم عفیف 2 گل زد، تو بازی دوم 1 گل زد، تو بازی سوم 1 پاس گل داد، تو بازی چهارم هم 1 گل و 1 پاس گل، یعنی 4 گل زده 2 پاس گل داده و از 7 گلی که قطری ها زدن رو 6 تاش تاثیر مستقیم داشته. اگر بتونن اکرم عفیف رو مهار بکنن به نظر من میتونن قطر رو شکست بدن ازبکستانی ها. از اون ور ازبکستان تو روز اول با سوریه 0-0 کرد، بعدش 3-0 هند رو برد، بعدش با استرالیا 1-1 مساوی کرد، شبیه همین مساوی که کره کرد و رفت وقت اضافه، استرالیا جلو افتاد عقب نشست و ازبکستان تونست مساوی بکنه، کاری که کره هم عملا انجام داد با استرالیا. و تو بازی بعدیشون هم تو دوره 1/8 یه بازی بسیار ساده مقابل تایلند داشتن و اونا هم ساده به اینجا رسیدن. یعنی هم قطر هم ازبکستان با 2 بازی ساده به اینجا رسیدن و تو گروهی هم اونقدر بهشون فشار نیومده، بنابراین میتونه بازیشون خیلی نزدیک باشه. بازی تو ورزشگاه البیته و داورش هم یه داور کره‌ایه و همه صحبت دو هولوش اکرم عفیفه. اگر بخوایم بدونیم تو مسابقات مقدماتی جام جهانی چه وضعیتی دارن، قطر تو گروه A قرار داره، 8-1 افغانستان رو برده، 3-0 هند رو برده و تو گروهش کویت هم هست. یه گروه بسیار ساده برای قطر هست و قطعاً به عنوان سرگروه به دور بعدی میرسه. از اون طرف ازبکستان گروهش برای خودش سخت نیست برای صعود کردن، ولی خب یه تیم قوی توش داره، اونم ایرانه. اونا تونستن 3-1 ترکمنستان رو ببرن، تو بازی دوم هم 2-2 تو خونه خودشون با ایران مساوی کردن، تو گروهی که هنگ کنگ هم هست که خب هنگ کنگ هم خیلی ضعیف و قطعا از این گروه ایران و ازبکستان به مرحله بعدی میرن. تو مصاحبه مطبوعاتی قبل از مسابقه هم کاتانچ مربی ازبکستان گفت که دوره قبل، یکی بهش گفت تو دوره قبل با عراق به قطر باختی، که گفت مرسی که یادآوری کردی که من به این تیم باختم، ولی خب نه، یه سری پیروزی ها مقابل قطر تونستم داشته باشم، اینطوری نیست که من قرار باشه بازم به قطری ها ببازم. و قسمت بعدش هم گفت که ما شرط جسمی و روحی خوبی داریم و آماده هستیم. و یه چیزی هم زد، یه نکته هم گفت که اکرم عفیف بازیکن خیلی بزرگی و اگر بتونیم اونو کنترل کنیم میتونیم قطر رو هم شکست بدیم. حالا بعد ببینیم تو بازی قطر و ازبکستان چه اتفاقی میفته. از شما میخوام بازی ایران و ژاپن رو پیش بینی کنین و گل زنان مسابقه رو هم بگین، یعنی مثلا بگین آقا ایران 1-1 میشه، گل ایران هم مثلا سردار میزنه، گل اونا رو مهم نیست، گل ژاپنیا مهم نیست، ببین زننده گلش کیه، ولی میخوام بازی رو پیش بینی کنین و اگر کسی بتونه نتیجه رو درست حدس بزنه 1,000,000 تومان جایزه میبره بدون قرعه کشی، و اگر بتونه نتیجه رو دقیق بگه گل زنان رو هم بگه. امیدوارم که ایران بتونه ژاپن رو شکست بده و به مرحله بعدی بره، ولی بازی قطر و ازبکستان فکر کنم یه بازی فوق العاده نزدیکه.